خدای خیلی سخته، کاریه که روتین هر روز انجام میدی، نزدیک 100 روز انجام ندی، ولی بالاخره بعد از 100 و چند روز من برگشتم. سلام، با یه آموزش ساده و کاربردی اومدم، اونم یه دستی موتور سواری کنه. چرا باید بلد باشی؟ چون بعضی موقع این سیم کلاچ موتور میپکه و دیگه کلاچی نداری که بخوای باش دنده بدی، یا بیرون خریدی میکنی، وسیله میخوای جابجا کنی، یا اصلا یه موقعیت اورژانسی پیش میاد و باید یه دستی رانندگی کنی، یا اصلا مثل من کلا دوست داری یه دستی با موتور رانندگی کنی. البته یه دستی رانندگی کردن با موتور اصلا کار خوبی نیست و بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، تعادل موتور رو به هم می‌ریزه. منظور این ویدیو بیشتر دنده دادن بدون گرفتن کلاچه که حتما این موتور سوار باید بلد باشه. خب چی کار کنیم؟ اول کلاه کاسکت رو سرمون می‌ذاریم و میریم یه جای آروم و خلوت تمرین می‌کنیم. خب وقتی کلاچو ندارید، اینو ندارید، باید شبیه سازی کنید حالت عادی رانندگی. حالت عادی رانندگی چجوریه؟ شما وقتی دارید گاز میدید، گازو ول میکنید، کلاچو میگیرید، دنده میدید و دوباره کلاچو ول میکنید، گاز میدید و موتور حرکت میکنه. دقیقا همینو باید توی چند تا مرحله شبیه سازی کنید که مرحله اولش راه انداختن موتوره. خب روش اول که همینم هم بهتون پیشنهاد میکنم اینه که موتور روشن کنید و یکم اینجوری موتور هول بدید، بزنید توی دنده و راه بیافتید. مورد دوم اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم چون کار خوبی نیست. اون چیه؟ اینه که موتور رو توی دنده بذارید قبل از اینکه روشن کنید، بعد بخواید استارت بزنید و با دنده حرکت کنید، مثل آموزش بدون کلاچ ماشینی که داده بودم. این کار اصلا خوب نیست چون اکثر موتورهای جدید وقتی توی دنده باشن موتور استارت نمیخوره، مثل این موتور، یا اگه استارت هم بخوره خیلی فشار زیادی به موتور میاد. پس این کار اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. برای دنده دادن چیکار کنیم؟ خیلی راحته، دقیقا همون جوری که رانندگی میکردید رو همون RPM، چه بالا چه پایین. فقط قبل از اینکه دنده بدید پاتون رو زیر دنده بذارید و یکم فشار بدید که بیاد توی آخری حد گیر کنه. این پای این دنده اینجوری میذارید و خیلی راحت دست موقعی که داره گاز میده یکم یه کوچولو گازو شل میکنید و دوباره گازو میگیرید، دنده خیلی راحت هم دور میشه و جا میره. البته این برای موتورهاییه که دندهشون بالا میخوره، اگه طرح هونداییه دقیقا برعکسش رو انجام بدید. حتی از این کار میتونید توی سفت و صد گرفتن یا درگ زدن هم انجام بدید، به خاطر اینکه شما وقتی کلاچ رو میگیرید و گاز رو ول میکنید RPM خیلی پایین میاد، ولی با این حرکت RPM خیلی کمتر پایین میاد. دیگه بستگی به خودتون داره که چقدر دستتون رو سریع گاز رو شل و ول میکنید. خب ببین چیزایی که گفتیم با هم تست کنیم. یکم موتور هول میدیم و میزنیم دنده و راه میافتیم. تازیر دنده یه شلوول، آه راحت دنده رفت شد. توی این حالت بین یک و دو شد دنده خلاص شد، اگه شد اشکال نداره دوباره از نو تست کنید. و موقعی که میخواید دنده معکوس بدیدم خیلی راحت بازو که ول کنید خودش دنده آروم جا میره. دوباره تستش کنیم، خیلی راحت دنده دو، دنده سه، دنده چهار. حتی اگه بخواید در درگ و سفت و صدم کار کنید خیلی جوابه، خیلی راحت میرید، دیگه احتیاج به این نیست. سریع دوباره سریع، کمترین RPM و تغییر RPM رو داریم. پراینم ازنه بهمون کمترین تغییر RPM رو داریم و خیلی راحت میتونیم درگ رو خیلی بهتر تایم بزنیم. خب اینم از آموزش امروز. نمیشه که اگه کلاچ پوکیت موتور رو همونجا ول کنیم و بریم، باید حتما دنده دادن بدون کلاچ رو بلد باشیم. گیری پاچم باید سابسکرایب داشته باشیم چون همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. تا ویدیوی بعدی، فعلا. Thank you.